خدا رو شکر خیلی خوشحالم برای یک فرصت دیگه که اجازه دارم کلام خدا رو با شما عزیزان در میون بذارم. دوشنبه صبح که پاستور از من خواستن برای کلام این هفته خودم رو آماده کنم، انقدر این موضوعی که در این دو هفته یک شنبه ها ازش شنیدیم در مورد درد و رنج، انقدر این موضوع عمیق و مهم بود برای من که به هیچ موضوع دیگه‌ای نمیتونستم فکر کنم که بخوام برم در یک جهت دیگه، در یک مسیر دیگه‌ای بخوام کلامی رو آماده کنم. و همینطور خوشحال بودم که میتونم از این وقت استفاده کنم یا سوء استفاده کنم که یه مقدار از دید خودم، از نگاه خودم بتونم این موضوع رو با همدیگه در میون بذاریم، یکم تجربیات خودم رو بتونم منتقل کنم در کنار، یعنی در واقع زیر موعظه عالی پاستور که در این دو هفته، مخصوصا این هفته که فوق‌العاده عالی بود، که در مورد درد و رنج شنیدیم. شنیدن درد و رنج و موعظه شدن در مورد درد و رنج خیلی در کلیسا اهمیت داره و خیلی کلیساها متاسفانه این موضوع رو کنار میگذارن و در مورد درد و رنجی که یک ایماندار در طول زندگی خودش باهاش مواجه میشه یا باید مواجه بشه اصلا صحبت نمیکنن. اما چیزی که ما واقعا باید بدونیم، یک کلیسا اجازه نداره، یک کلیسا اصلا نمیتونه درد و رنج رو از پیام انجیل جدا کنه، از پیام کتاب مقدس جدا کنه. کلیسا عزیزان باید در مورد فیض صحبت کنه، در مورد بخشش باید صحبت کنه، کلیسا باید در مورد محبت و عشق خدا موعظه کنه که ما بارها این رو شنیدیم، چه در یک شنبه ها، چه در جلسات تعلیمی، همه اینها رو ما شنیدیم. اما کلیسا اجازه نداره درد و رنج رو از فیض و محبت خدا جدا کنه. شاید بر عده‌ای عجیب باشه، خیلی یه چیز غریب و بیگانه‌ای باشه، آخه یعنی چی فیض و محبت و عشق و بخشش و رحمت خدا چه ربطی اصلا به درد و رنج داره؟ اینا اصلا فیض یک چیز عالیه، بخشش، محبت، اینا چه ربطی به درد و رنج داره؟ اگر من فکر میکنم از اکثر ایمانداران، من به جرئت میتونم بگم 95% ایمانداران، اگه بپرسیم معروف‌ترین آیه‌ای که تو در مورد محبت خدا میدونی چیه، همه فکر میکنم یوحنا 3:16 رو میگن، درسته؟ همه حفظی نه؟ و خدا جهان رو آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خودش رو داد که هر که بهش ایمان بیاره هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. در این آیه ما اصلا انتهای محبت رو نمیبینیم، میگه آنقدر محبت نمود خدا، نمیدونیم چقدر محبت نمود. آنقدر یعنی اینکه چیز بی انتهاست. میگه آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خودش رو داد. خدا کجا پسر یگانه خودش رو داد؟ آیا عیسی موقعی که از مریم متولد شد آیا اونجا بود که خدا پسر یگانه خودش رو داد؟ نه، ما در طول زندگی عیسی در طول زمین میبینیم که او به صورت مداوم با پدر در ارتباط بود، با پدر در تماس بود، میرفت دعا میکرد، از قوت پر میشد، از روح خدا پر میشد. تا موقعی که عیسی داشت روی این زمین زندگی میکرد هنوز پدر پسر رو نداده بود، هنوز یوحنا 3:16 اتفاق نیفتاده بود. در کجا این آنقدر محبت نمود عزیزان؟ روی صلیب اتفاق افتاد. روی صلیب بود که خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر خودش رو داد. روی صلیب بود که خدا پسر خودش رو واگذاشت. روی صلیب بود که خدا پسر رو ترک کرد. چرا؟ روی صلیب بود که عیسی فریاد زد ایلی ایلی لما سبختنی، ای خدا، ای خدا، چرا مرا ترک کردی؟ چرا مرا وانهادی؟ چرا مرا دادی؟ من به شخص اگر به من بگن که یک صلیبی هست و بگن یک آیه فقط برای توصیف و تعریف صلیب داری که صلیب رو تعریف کنه، من فقط میتونم یوحنا 3:16 رو بگم که خدا جهان رو انقدر محبت نمود روی صلیب که پر از درد بود، عیسی پر از رنج بود، عیسی پر از زخم بود، پر از خون بود، اونجا خدا جهان رو محبت کرد. ما این محبت رو، این عشق رو، این فیض خدا رو روی صلیب میبینیم. هر موعظه‌ای که عزیزان، هر تعلیمی، هر کلامی، هر بشارتی که در مورد فیض خدا میشه، در مورد محبت میشه، در مورد بخشش میشه، در مورد عشق خدا انجام میشه، باید سایه صلیب روی این موعظه باشه. چون هرگز و هرگز عشق و فیض و محبت عیسی بدون صلیب معنی نداره. نه فقط معنی نداره، اثر نداره. اگر ما فیض خدا رو موعظه کنیم، محبت خدا رو در موردش صحبت کنیم، عشق خدا رو صحبت کنیم ولی صلیب رو ازش جدا کنیم، هرگز برای ما هیچ ثمر نجات نخواهد داشت، ثمر آزادی نخواهد داشت.
هرگز اثر نخواهد داشت. فیض و عشق خدا، فیض و عشق عیسی بدون صلیب، بدون درد و رنج صلیب بی‌معنیه. واقعا این تصویر فوق‌العاده عالی بود که یک شنبه پاستور روی دیوار انداختن که وسط عیسی مسیح رو به عنوان پادشاه نشون میداد، روی تخت، تخت طلا نشسته و تمام فرشته‌ها دورش، اما دور تا دور عیسی روی صلیب بود، خونین و زخمی. ما در این تصویر فقط میتونیم اون فیض، جلال و شکوه رو با به همراه درد و رنج ببینیم. و متاسفانه چرا انجیل قدرت خودش رو بعض وقتا از دست میده؟ چرا کلیساها ضعیف میشن؟ چرا ایماندارا کم میشن؟ به خاطر اینکه عیسی فقط به عنوان عیسی مسیح موعظه میشه. فقط عیسی محبت کننده موعظه میشه. فقط عیسی عشق داره، فیض داره، محبت میکنه. از رنج های عیسی صحبت نمیشه. برای همین پولس در اول قرنتیان باب 1 آیه 23 میگه من مسیح مصلوب رو موعظه میکنم. میگه ما مسیح مصلوب رو وعظ میکنیم که یهودیان رو سنگ لغزشه و غیر یهودیان رو جهالت، اما فراخواندگان رو چه یهودی و چه یونانی مسیح مصلوب قدرت خدا و حکمت خداست. آمین. از مسیح مصلوب برای ما امروز این کلمه خیلی عادیه، عیسی مسیح مصلوب. اما اینجا میگه مسیح مصلوب برای یهودیا سنگ لغزشه، برای غیر یهودیا جهالته. میگفتن پولس احمقه که داره میگه مسیح مصلوب. یهودیا اصلا میشنیدن مسیح مصلوب میل اصلا همه تمام بنیان فکریشون میریخته هم. چرا؟ به خاطر اینکه اونها قرنها، هزاران سال منتظر یک شخصی بودن، مسیح یعنی مصلوب شده برای پادشاهی، منتظر مسیح و منتظر پادشاهی بودن که با قدرت، با قوت، با شکوه، با جلال میاد اونها رو نجات میده. تمام قدرت در آسمان و زمین رو این مسیح داره. الان پولس میاد میگه که ببین عیسی همون مسیح بود ولی مصلوب شد و شنیدیم که به صلیب کشیده شدن جز بدترین نوع مرگ بود. میتونید تفاوت رو بفهمید؟ مسیح مصلوب یک تناقضه. این میمونه که من به شما بگم من یک شهری رو میشناسم که بیاین همه با هم بریم اونجا. شما من میگید اوکی اون شهر چجوریه؟ من به شما میگم اونجا هواش گرم سرده. شما میگید یعنی چی گرم سرده؟ هوا یا باید گرم باشه یا باید سرد باشه دیگه. من ولی میگم انقدر این شهر خوبه هواش گرم سرده. هی هم هر روز میام به شما میگم بیاین بریم این شهری که هواش گرم سرده. بعد از چند روز چی میگیم؟ برادرش دیوانه شد. نمیشه هوا گرم سرد باشه که. هوا یا باید گرم باشه یا باید سرد باشه. از نظر یهودیا، از نظر یونانیا، عیسی یا باید مسیح باشه یا باید مصلوب باشه. اگر پولس عیسی رو فقط به عنوان مسیح موعظه میکرد خیلی‌ها ایمان می‌آوردن. اگر به عنوان مصلوب هم موعظه میکرد باز یه عده بیشتری دنبالش میمدن. ولی میگن مسیح رو مصلوب موعظه میکنم، یعنی من اون پادشاهی رو موعظه میکنم، اون شاه شاهان، اون خدای قدرتمندی رو موعظه میکنم که روی صلیب درد کشید و رنج کشید. آمین. همون چیزی که پاستور گفت، یک سکه ای که دو سمت داره، یک سمتش خداست و یک سمتش خدایی که رنج کشیده. از ما باید در مورد درد و رنج در کنار فیض و محبت خدا بشنویم. ما هرگز گفتم نمیتونیم فیض و محبت رو از درد و رنج جدا کنیم. پولس در جای دیگه میگه بدون ذکر صلیب موعظه من باطله. وعظ من اگر عیسی نمرده و قیام نکرده تمام حرفای من باطله. تو اول قرنتیان باب 15 میگه باطله همه چی. و همینطور عزیزان هرگز و هرگز در مسیحیت در مورد درد و رنج ما باید گفتیم صحبت کنیم. اما یه نکته مهمی داره، هرگز و هرگز در مسیحیت ما نمیتونیم درد و رنج رو موعظه کنیم و قوت فیض رو نادیده بگیریم. هرگز نمیشه جدا کرد. من اسم این کلام رو گذاشتم رنج و فیض. در اصل باید باشه فیض و رنج، چون فیض همیشه قبل از رنج. امروز بررسی میکنم هر جوری خودتون دوست دارید، رنج و فیض یا فیض و رنج. هر کدوم اینها بدون همدیگه موعظه بشه، بدون همدیگه اتفاق بیفته، جهالت و نادانی است. اگر فیض و بخشش و محبت خدا بدون ذکر صلیب، بدون دردها و رنجهای عیسی موعظه بشه، جهالت و نادانی، هیچ قوتی توش نداره. و همینطور اگه درد و رنج بدون قدرت عظیم فیض خدا موعظه بشه، باز هم هیچ اتفاقی برای ما
نخواهد افتاد. امروز تمرکز ما رو قسمت دوم هست، یعنی درد و رنج همراه با قدرت عظیم فیض. اولین چیزی که بخوام بگم، دردها و رنجها برای هر کس میتونه متفاوت باشه. لزوما همه ما دردها و رنجهامون شبیه هم نیست و نخواهد بود. و نه فقط این، درد و رنج ایماندار بنا به تاریخی که درش زندگی میکنن و محل سکونت آنها میتونه متفاوت باشه. من و شما در قرن 21 ما هرگز نمیتونیم درد و رنج و جفایی که ایمانداران قرن اول تجربه کردن رو تجربه کنیم. اون مخصوص زمان اونها بود، به ما در حال حاضر هیچ ربطی نداره. همینطور من و شمایی که الان داریم در آلمان در کشور آزاد زندگی میکنیم، هرگز نمیتونیم درد و رنج ایمانداران در کشورهای در جفا مثل ایران، افغانستان، هند یا چین یا هر جای دیگر رو تجربه کنیم. در یک زمان هستیم، همزمان نمیتونیم درد مسیحیانی که تو ایران هستن رو تجربه کنیم. پس باید بدونیم، تفاوت باید قائل بشیم. بین درد و رنج تفاوت است، جنس اونها فرق میکنه. خیلی درد و رنج ها در کشورهای دیگه که گفتیم عادی هستش که در کشور ما اصلا عادی نیست، در جایی که ما الان داریم زندگی میکنیم. پاستور مثال هایی را بود، من یه مثال دیگه از چین بیارم. من اینو شنیده بودم تو یکی از ایالت های چین، هر کسی که مسیحی بشه و شروع کنه به بشارت دادن، تو خیابون ها بره و مسیح رو بشارت بده، اگر پلیس اون شهر یا اون ایالت اون رو بگیره، 10 یا 12 سال باید بره توی زندان و بعد از 10 یا 12 سال آزاد میشه. و این یه چیزیه که قانونیه که تو ایالت هست و اونجا با این حساب، اما مبشرین زیادی دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، بشارت میدن. یه خبرنگار آمریکایی به چین رفت و با یکی از این مبشرین که خودش مسئول یک گروه دیگه بود شروع به صحبت کرد. و اون مبشر براش توضیح داد، گفت آره ما میریم به افراد بشارت میدیم، میان، ما یه آموزشگاه‌هایی داریم یا تو خونه‌ها باهاشون شروع میکنیم صحبت کردن، به اینها تعلیم میدیم و اینا بعد از یک سال میرن تو خیابون و اونا شروع میکنن به بشارت دادن. این خبرنگار خیلی تعجب میکنه، چون قانون اونجا رو میدونست، میدونست که اگه اینا دارن تو خیابون دستگیر میشن. و از اینا سوال میکنه، از این مبشر سوال میکنه، میگه که شما که به اینا تعلیم میدید، به اینا میگید برو بشارت بده، آیا به اینا میگید که اینا وقتی برن بشارت بدن پلیس اینا رو دستگیر میکنه و 12 سال باید برن تو زندان؟ و اون مبشر میگه نه، ما هیچ موقع این رو بهشون نمیگیم. خبرنگار عصبانی میشه، میگه شما چجوری با جون افراد بازی میکنید؟ چرا بهشون نمیگید که اونا زندانی میشن؟ و این مبشر از خبرنگار سوال میکنه، میگه که تو بچه داری؟ میگه که بله. میگه بچه تو که میخواد شبا بخوابه، موقعی که میری خواهی به شب بخیر بگی، تو میری بهش میگی که ببین تو الان هوا تاریکه، شبه، تو داری میخوابی، صبح که از خواب بیدار بشی هوا روشن میشه. آیا تو شب قبل از خواب میری به بچت بگی که وقتی که اون از خواب بیدار میشه هوا روشن میشه؟ خبرنگار گفت نه، اصلا لزومی نداره، یه چیز طبیعیه، این بچه خودش میدونه وقتی بخوابه صبح پاشه هوا روشن میشه. مبشرا گفت آفرین، در کشور ما یه چیز کاملا طبیعیه، کسی که مسیح میشه میره بشارت میده، میدونه که میره و دستگیر میشه و 12 سال میفته تو زندان، اصلا نیازی نداره من برم به اون بگم. کاملا درد و رنج یک چیز عادیه این جفا. ولی ما میبینیم که مثلا در کشور آلمان اصلا اینطوری نیست. از بچهای گروه بشارت ما میرن، خیلی کارام میکنن، خیلی عادی رفتار میکنن. پس میبینیم که شرایط بین میتونه متفاوت باشه. همینطور ما در کلام خدا ما باید ببینیم آیه هایی که داریم میخونیم، رساله هایی که داریم میخونیم برای چه چیزی است. یکی از عالی ترین رساله ها که خیلی زیاد در مورد رنج و درد در موردش صحبت کرده، رساله اول پتروسه که ما فکر میکنم سال گذشته یا 2 سال پیش بود کل اول پتروس رو با هم در جلسه برادران گذروندیم. این رساله خیلی در مورد درد و رنج صحبت میکنه، اما ما باید مخاطب این رساله رو بدونیم. این رساله به چه کسانی نوشته شده؟ این رساله آیا به یک کلیسا نوشته شده؟ خیلی از رساله ها ما میدونیم مثلا به کلیسای افسوس نوشته شده، قرنتوس نوشته شده، یا به کلیسای اورشلیم نوشته شده. نه، رساله اول پتروس وقتی باب 1 آیه 1 رو میخونیم، نوشته که به غریبان پراکنده در ایالت‌های آسیا. این رساله به افرادی نوشته نشده که تازه بخواد اونها رو آماده کنه که شاید شما یک روزی در درد و رنج میفتید، بلکه به افرادی نوشته شده که به خاطر ایمانشون الان تو درد و رنج هستند. خیلی میتونه متفاوت باشه. به عنوان مثال الان من اگه امشب قرار بود برای یه عده ایمانداری که در ایران زندگی میکنن یه کلامی بیارم، خیلی کلام من فرق میکرد با کلامی که امشب میخواستم برای شما آماده کنم. چرا؟ چون باید مخاطب خودم رو نگاه کنم که با چه افرادی صحبت میکنم.
خدا اینطور تصمیم گرفته، خدا اینطور مقدر کرده که ما الان اینجا باشیم و افرادی از ایماندارانی که در جفا هستن تو ایران و یا هر کشور دیگه باشن. و ما خودمون نمیتونیم هیچ موقع درد و رنج رو برای خودمون مشخص و تعریف کنیم. این نکته هایی هستش که باید بدونیم که آگاهانه با درد و رنج های زندگی خودمون روبرو بشیم. ما هیچ موقع نمیتونیم یک رنج خاصی رو برای خودمون تعریف کنیم. یعنی ما نمیتونیم بشینیم دعا کنیم خداوند این درد رو در زندگی من بیار، این رنج رو در زندگی من بیار. اینطور نیست. ما نمونه های زیادی رو در کتاب مقدس از درد و رنج مردان و زنان خدا میبینیم، ولی هیچ جا نمیخونیم اونا خودشون قبلا دعا کرده باشن و به خدا بگن که این درد و رنج رو برای من بیار یا این بلا رو سر من خداوند بیار. ما مثال یونس رو از پاستور شنیدیم. یونس هیچ موقع دعا نکرد که بره بیفته تو دهن ماهی، تو شکم ماهی. دانیال و دوستاش دعا نکردن، خودشون نخواستن که بیفتن تو چاه شیرا. ایوب خودش دعا نکرد که خدا به من پوز بده اون همه بلا تو زندگی من بیفته. ایوب نخواست اینها رو. و داستان یوسف که امروز یه مقدار تمرکز ما رو داستان یوسف هست رو میخوایم ببینیم، یوسف هیچ جا دعا نکرد که اون اتفاقات و دردها و رنجها در زندگیش بیاد. این خدا هست که تصمیم میگیره که هر کدوم از ما بنابرای شخصیتمون در چه درد و رنجهای در زندگی قرار بگیریم و مهمتر از همه بنابرای خواندگی که او ما رو خوانده در مسیح، در چه مسیری خدا میخواد ما رو ببره و به کجا میخواد برسونه، اون موقع خدا تصمیم میگیره که ما در چه درد و رنجی قرار بگیریم. چرا؟ چون شرایط درونی ما باید مطابق خواندگی ما تغییر کنه، عوض بشه، جاهایی باید پاک بشیم. همون مثال عالی که پاستور زد، این آتش میاد که ما رو تبدیل کنه و زمانش رو هم عزیزان خدا مشخص میکنه که ما چه زمانی باید در چه دردی بیفتیم، چقدر باید طول بکشه. ما به هیچ وجه نمیتونیم برنامه خدا رو عوض کنیم. زمانی که در درد و رنج میفتیم، با غر زدن، با شکایت کردن، با ناله زدن، با نق زدن، زمان درد و رنج ما کم نمیشه. با دعا کردن ما زمان درد و رنج ما طولانی هم نمیشه. خدایی که ما رو وارد این درد و رنج کرده، او هست که تصمیم میگیره زمان مناسب چقدر هستش. پس دردها و رنجهای ما متفاوته و در برهه زمان محل زندگی هم میتونه تفاوت داشته باشه. یه چیزی که میخوام بگم، البته این قسمت فقط این قسمت فکر و نظر شخص من هست، یه کسی از شما میتونه مخالف باشه چون چیزی از کلام خدا نیست، میتونه این فقط نظر شخصی من. من اینطوری فکر میکنم که تغییر و تحولات درونی ما، جنگ ما با انسانیت کهنه ما، مثالهایی که زدید، با انسانیت درونی ما جزء درد و رنج نیست، به حساب نمیاد. متوجه میشی؟ جنگی ما با خودمون داریم، جاهایی که ما با خودمون کلنجار میریم، جاهایی که ما در خودمون خشم میبینیم، حسادت میبینیم، کینه میبینیم، نبخشیدن میبینیم، حس انتقام میبینیم، غرور میبینیم، در خودمون میبینیم. و اونجا هستش که روح القدس یا اون انسانیت جدید ما داره با انسانیت کهنه ما جنگ میکنه. این شامل درد و رنج نمیشه، این در واقع عمل طبیعی خداست که داره در ما کار میکنه، من و تو رو تبدیل میده، من و تو رو تغییر میده. این کار روح القدس در درون من و شما هست برای به وجود آوردن ثمرات خودش. چون بیرون میتونه همه چیز خیلی آروم باشه، خیلی همه چی عادی باشه. من بارها تجربه کردم در زندگی بیرون و دور و بر من خیلی همه چی عادی بوده، خوب بوده، هیچ دردی نبوده، جفایی نبوده، رنجی نبوده، ولی من در درون خودم با خودم دچار مشکلاتی بودم. نه، این رو در واقع نمیشه به نوعی اسمش رو درد و رنج گذاشت، شاید هم بشه گذاشت. یکی از شخصیت‌هایی که امروز اگه بخوایم به صورت خاص بررسی می‌خوایم با هم دیگه بکنیم، یکی از شخصیت‌های کتاب مقدس که حقیقتاً ناعادلانه مورد درد و رنج قرار گرفت، اون هم نه یک بار بلکه چند بار، یوسف هست. فکر می‌کنم داستان زندگی یوسف رو اکثر شما تو کتاب مقدس خونده باشید. در کتاب پیدایش از باب 37 تا انتهای کتاب پیدایش ما داستان زندگی یوسف رو میبینیم. این داستان به صورت خاص رنجهای او در طی 13 سال بوده، از 17 سالگی که از باب 37 شروع میشه تا به سن 30 سالگی. یوسف به صورت خاص در 3 درد و رنج مخصوص افتاد، در 3 جفا و سختی در زندگی خودش قرار گرفت. اولین درد و رنجی که قرار گرفت خیانت برادرانش بهش بود و اون رو به عده‌ای از اسماعیلیان فروختن که اونها اونو به مصر بردن. دومین درد و رنج تهمت نادرست و ناعدالتی از طرف همسر فوتیفار بود که میخواست او رو وسوسه کنه.
و او رو در نهایت متهم جلوه داد. و سومین درد و رنج یوسف سالهایی بود که او باید باز به خاطر اون اتهام نادرست در زندان سپری میکرد. خیانت برادرانش، تهمت و ناعدالتی که در حقش شد و زندان. زندانی که حتی نمیدونست چند سال براش طول میکشه. حقیقتا درد و رنج زیادی برای یوسف بود وقتی نگاه میکنیم. یوسف رو ما در ابتدای باب 37 یک شخصیت خیلی وفادار، یک شخصیت قابل اعتمادی ازش توصیف شده. در هر مرحله زندگی خودش او با اینکه امانتدار بود، خیلی وفادار بود، خیلی به خدا همینطور وفادار بود، دچار درد و رنج شد. یوسف انسان شریری نبود. یوسف انسان بدکاری نبود. او بدخواه کسی نبود. او در زندگی به کسی صدمه و آزار نرسوند. بلکه به هر قسمتی از زندگیش که نگاه میکنیم فقط یه جلوه و جنبه مثبتی رو میبینیم. اما با حساب اینها، با اینکه او تماما آدم مثبتی بود، دچار درد و رنج زیادی شد. خدا اجازه داد که او وارد این دردها و رنجها بشه. چرا؟ چون خواندگی او بزرگ بود. یوسف باید روزی نفر دوم و قدرتمندترین شخص بعد از فرعون مصر میشد تا جان انسانهای زیادی رو نجات بده. یوسف باید یک روزی، یوسفی که گله پدرش رو میچرونید، باید یک روزی یک کشور عظیم و پهناور رو رهبری و هدایت میکرد. و نه فقط این، بلکه کشورهای همسایه از او درخواست کمک میکردن. ما از شخصیت یوسف اطلاعی نداریم. از قلب او، از انسانیت کهنه او، چه چیزهایی در او بود اطلاع نداریم. اما چیزی که من مطمئنم اینه که همه این دردها و رنجها برای این بود که خدا میخواست یوسف رو تبدیل کنه و تغییر بده تا برای خواندگی بزرگش آماده بشه. تا روزی که فرعون به او بگه من فرعون هستم، ولی بدون اجازه تو یوسف هیچ کس در سراسر سرزمین مصر حق ندارد دست یا پای خود را دراز کند. خدا میخواست یوسف رو برای چنین روزی آماده کنه. ما امروز عزیزان به خواندگی و شخصیت یوسف کاری نداریم، بلکه میخوایم به دردها و رنجهای او با هم نگاه کنیم و ببینیم که چه شباهتهایی هست بین ما و او و اینکه او هر بار چه مراحلی رو پشت سر میگذاشت. و دقیقا این یک الگوی رفتاری از خدا به ما میده برای تک تک خودمون که خدا چطور با ما رفتار میکنه. در ابتدای صحبت خودم این نکته مهمی رو بهتون گفتم که الان دوباره میخوام تاکید کنم، و اونی که خدا هرگز درد و رنج رو از فیض و محبت خودش جدا نمی کنه و ما هم نباید جدا کنیم. درد و رنج همیشه به فیض و محبت خدا چسبیده و جدا نشدنی هست. در داستان زندگی یوسف ما میبینیم پشت تمام این دردها، پشت ناعدالتیها، پشت رنجها و مشکلات چطور فیض خدا در سایه یوسف رو تعقیب میکنه و هرگز یوسف رو تنها نمیگذاره. اولین قسمت، میخوام این سه تا رنجی گفتم رو در زندگی یوسف با هم نگاه کنیم. اولین قسمت، نفرت و حسادت برادران به یوسف منجر شد که اول اونا تصمیم گرفتن یوسف رو بکشن، به قتل برسونن. یکی از برادرها گفتش که نه این کار نکنیم، منصرف کرد و اون رو به اسماعیلیان فروختن. اما ببینیم دلیل اوج گرفتن حسادت اونها چی بود. دو خواب و رویایی بود که خدا به یوسف داد. در پیدایش باب 37 از آیه 5 تا 11 رو من برای شما میخونم. و اما یوسف خوابی دید و چون آن را برای برادرانش باز گفت، نفرت آنان فزونی یافت. او به برادرانش گفت به خوابی که دیدم گوش فرا دهید. اینک ما در مزرعه بافه ها میبستیم که ناگاه بافه من برپا شده به ایستاد و بافه های شما بر بافه من گرد آمده در برابر آن تعظیم کردند. برادرانش گفتند آیا به راستی تو بر ما پادشاهی خواهی کرد و آیا حقیقتا تو بر ما فرمان خواهی راند؟ پس به سبب خواب ها و سخنانش از او بیشتر نفرت داشتند. آنگاه یوسف خوابی دیگر دید و آن را برای برادرانش بازگو کرد. گفت اینک خوابی دیگر دیدم. هان خورشید و ماه و 11 ستاره در برابر من تعظیم می کردند. اما چون آن را برای پدر و برای برادران خود بازگفت، پدرش او را توبیخ کرد و گفت این چه خوابی است که دیده ای؟ آیا براستی مادرت و من و برادرانت آمده در برابر تو تعظیم خواهیم کرد؟ برادرانش به او حسد ورزیدند ولی پدرش اون امر رو به خاطر سپرد. از آن زمانی که یوسف این خوابها رو دید، یک پس کلام خدا میگه 17 سال داشت و در اون زمان یک جوان 17 ساله
میتونم بگم به قوت و قدرت حقیقتا میتونم بگم یک مرد 35 ساله امروزی بود. پس یوسف یک نوجوان خام و احساساتی نبود، بلکه یک مرد با تجربه بود. اما آیا این خوابهایی که او دید نفرت برادران رو برانگیخت؟ جواب نه هستش. قبل از اینکه یوسف این خوابها رو ببینه، برادرها از اون نفرت داشتند. ما تعریف این خوابها رو از آیه 5 میبینیم، ولی در آیه 4 هست که نوشته شده برادران از یوسف نفرت داشتند و نمیتونستند با او به سلامتی سخن بگویند. خوابها، این خواب و رویا، دلیل نفرت و حسادت برادران نبود. برادرها از قبل در دل خودشون فکر و نقشه‌ای برای یوسف از بین بردن او داشتند و با این خوابها این فکر و احساسات اونها به اوج خودش رسید. و همزمان هم خدا بود که میخواست یوسف رو در مسیری ببره که او رو برای خواندگی خودش آماده کنه و این مسیر با درد و رنج بود. برای همین خدا این دو خواب رو به یوسف میده. عزیزان، این دو خواب فقط یک تصویر و رویا برای یوسف نبود، بلکه به نوعی خدا از طریق این دو خواب با یوسف ملاقات میکنه. یوسف رو به صورت خاص محبت میکنه، دل او رو محکم میکنه برای درد و رنجی که به زودی برای او خواهد رسید. خدا توسط دوتا خواب یوسف رو برای اون درد و رنج آماده کرد. خدا در اون دو خواب با تصویری که از آینده به یوسف داد، با رویایی که برای یوسف داشت، وقتی اون رویا رو به اون نشون داد، یک فیض و قدرتی به یوسف بخشید. یوسف مورد خیانت برادراش قرار میگیره، به اسماعیلیان فروخته میشه، اما در تمام زمانهای این خیانت، عزیزان، یک چیزی جلوی چشم یوسف بود و اون رویا و خواب و تصویری که خدا بهش داده بود به یوسف انگیزه میداد که جلو بره. پیش از اولین رنج، قبل از اولین رنج، خدا با این دو خواب به یوسف فیض بخشید. فیض و رنج، فیضی که پیش از اولین رنج یوسف رو تقویت کرد. جلوتر بریم به باب 39، به تجربه و درد و رنج دوم که گفتیم تهمت زدن یوسف به خیانتکاری به ضد ارباب خودش پوتیفار. یوسف زمانهای سختی رو سپری کرد، به اسماعیلی ها فروخته شد، بعد از چند وقت اونو به پوتیفار سپردن و او وارد خانه این شخص مصری شد. ولی قبل از اینکه او وارد مرحله بعدی درد و رنج خودش بشه، یعنی بعد از درد و رنج قبلی خودش، اولیه خودش و قبل از بعدی، آیه های عالی در کلام خدا نوشته شده. باب 39 آیه 2 و 3 که در موقعی هستش که یوسف وارد اون خونه اون فرد مصری میشه. آیه 2 میگه خداوند با یوسف بود، پس اون مردی کامروا شد و در خانه سرور مصری خود ماند و سرور یوسف دید که خداوند با یوسف است و در هر آنچه می کند خداوند او را کامیاب می گرداند. خداوند با یوسف بود، او را مردی کامروا کرد و سرور یوسف دید که خدا با یوسفه. از اون بعد از تمامی دردها و رنجها، باز هم خدا با یوسف بود. بعد از پشت سر گذاشتن درد و رنج قبلی که خیانت برادران بود، وقتی یوسف وارد خونه پوتیفار شد، قبل از اینکه او وارد درد و رنج بعدی خودش باشه، یک بار دیگه خدا او رو ملاقات کرد. یک بار دیگه خدا فیض و محبت عشق خودش رو به یوسف نشون داد، اجازه داد از این فیض دوباره قوت بگیره. نوشته شده خدا با یوسف بود، اون مردی کامروا شد. خدا در ملاقاتی که با یوسف داشت به او یک قوت تازه داد، به او یک امید تازه داد، به او یک حیات تازه داد، به او یک انرژی تازه داد که او رو برای مرحله بعدی زندگی خودش آماده کنه. و این ملاقات، این فیض و محبت خدا اونقدر عظیم بود که در آیه 3 نوشته شده که سرور یوسف هم این رو دید. سرور یوسف هم دید که خدا با یوسفه، که خدا یوسف رو محبت میکنه. پیش از دومین رنج خدا یوسف رو محبت کرد و باز هم به او فیض بخشید و این بار دیگران هم این فیض رو دیدند. این بار هم فیض، سایه فیض دنباله رنج با یوسف اومد. باب 39 ادامه پیدا میکنه. این اتهام به یوسف زده میشه
وسوسه همسر فوتیفار بود، یوسف این رو رد میکنه، تهمت زده میشه، تهمت ناعادلانه، درد و رنج یوسف هست، این بار دوباره به تهمت خیانت تو پشت سرش زده میشه و زندگی یوسف با اینکه اومده و تو اون خونه یک مدت زمانهایی رو داشت آرام زندگی میکرد، دوباره وارد یک مرحله دیگه میشه، یک مرحله درد و رنج تازه. و اون کجا بود؟ زندان. تازه داشت نفسی میکشید، یک رنج دیگه شروع شد. خیانت برادران بزرگترین درد او بود، اومد تهمت ناعادلانه با اینکه او وفادار بود به ارباب خودش، و الان او افتاد در یک زندان، در یک سیاه چال در کشور مصر. اما عزیزان، اما این خدای جمیع رحمتها، این خدای عالی یک بار دیگه قبل از اینکه، این خیلی مهمه، قبل از اینکه او وارد مرحله درد و رنج خودش در زندان بشه و قبل از اینکه یوسف بخواد سالهای زندان خودش رو شروع کنه، یک بار دیگه خدا یوسف رو ملاقات میکنه، یک بار دیگه خدا یوسف رو محبت میکنه. در باب 39 آیه 20 تا 23 و سرور یوسف او رو گرفت، به زندانی که زندانیان پادشاه در بند بودن افکند و او آنجا در زندان بود ماند، اما خداوند با یوسف بود و به وی محبت میکرد و نظر لطف رئیس زندان را به او جلب نمود. پس رئیس زندان یوسف را بر همه زندانیانی که در بند بودند گمارد و هر کاری در آنجا به دست یوسف انجام میگرفت. رئیس زندان با آنچه به دست یوسف سپرده بود کاری نداشت، زیرا خداوند با یوسف بود و او را در هر چه میکرد کامیاب میساخت. میگه اما خدا با یوسف بود، به محض اینکه یوسف وارد زندان میشه، اما خدا با یوسف بود و به وی محبت میکرد. قبل از سومین رنج که سالهای زندان یوسف شروع بشه، خدا یک بار دیگه یوسف رو ملاقات کرد، یوسف رو محبت کرد و به یوسف فیض بخشید. چه خدای عالی داریم ما عزیزان. در داستان زندگی یوسف میبینید پیش از هر درد، پیش از هر مرحله رنج او، یک ملاقات و یک محبت عمیق از طرف خدا برای او وجود داشت. سایه محبت و فیض خدا همیشه و همیشه به دنبال رنج ها با یوسف بود. هرگز فیض و محبت خدا او رو رها نکرد، او رو ترک نکرد. خدا قبل از اینکه یوسف وارد مرحله جدیدی از درد و رنج در زندگی خودش بشه، با ملاقات شخصی و محبت و فیض او رو تجهیز میکرد، او رو آماده میکرد، وگرنه یوسف محال بود که بتونه اون درد و رنج ها رو تحمل کنه. چقدر زیبا امروز برادرم گفت فیض خدا اگه نبود اصلا محال بود، گفت او بتونه این روزها رو بتونه بگذرونه. و عزیزان دقیقا برای ما هم همینطور هست. تا زمانی که من و تو با خدای زنده ملاقات نکرده باشیم، از فیض و محبت و رحمت او، از اون عشق عالی او نسبت به خودمون مطمئن نشده باشیم، پر نشده باشیم، هرگز و هرگز او ما رو وارد تجربه و آزمایش نمی کنه. هرگز او این کار نمی کنه. این رو در کجا می بینیم عزیزان؟ شاگردان عیسی هنوز عیسی رو فقط یک استاد می دونستن، یک رهبر می دونستن، رهبر جنبش خودشون. هنوز خداوندی او رو نچشیده بودن، هنوز اون محبت عظیم خدا رو توسط روح القدس تجربه نکرده بودن، هنوز اون عشق عیسی، عشق ایثارگرانه عیسی رو روی صلیب ندیده بودن. رفتن پیش عیسی گفتن ای استاد، ای سرور ما، دعا کردن رو به ما بیاموز، ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو آنچنان که در آسمان است بر زمین نیز بشود، نان کفاف ما رو امروز به ما بده، قرض های ما رو ببخش چنان که ما قرضداران خود را میبخشیم، ما را در آزمایش نیاور، ما را در آزمایش نیاور. چرا؟ چون عیسی میدونست اونا هنوز آماده آزمایش نیستن، اونا هنوز تحمل آزمایش رو ندارن. عزیزان پیش از اون که ما ملاقات شخصی با خدا داشته باشیم و این فیض و محبت عشق او رو با گوشت و پوست و استخون خودمون تجربه نکرده باشیم، خدا هرگز ما رو وارد یک تجربه و آزمایش نخواهد کرد. همینطور که از داستان زندگی یوسف میبینیم که برای هر تجربه تازه عزیزان ما نیاز به یک محبت و فیض تازه داریم. اینطوری نیستش که یک بار
برای هر تجربه تازه قبلش ما نیاز به یک محبت و فیض تازه داریم، نیاز داریم که به نوعی جدید از فیض و محبت خدا اطمینان پیدا کنیم، یک محبت عمیق و تازه از خدا رو بچشیم. من خودم بعد از ایمانم میتونم بگم اولین ملاقاتی که با خدا داشتم، ملاقاتی که واقعا یک ملاقات زنده بود، که یک محبت عمیق، یک فیض عمیق، یک عشق عمیقی رو در قلب من ریخت، تابستون حدودا سال 2015 بود، در سمینار سالیانه خادمی که ما داشتیم برای سالیم هر سال داریم، اولین باری که من اونجا رفتم، یک ملاقاتی برای اولین بار این ملاقات رو داشتم با خدا، یک محبت عمیق، یک عشقی که تا اون موقع تجربه نکرده بودم از خدا. 2 سال بود ایمان داشتم و این حدوداً 1 سال این محبت، این عشق خدا، من خیلی آدم شکاکی بودم اول، خیلی در من هی بیشتر و بیشتر میشد. حدوداً 1 سال بعد بود که در درد و رنجی افتادم و اون بیماری مادرم بود که بعد به مرگ او منتهی شد. خیلی روزهای وحشتناک سختی بر من بود اون روزها، زمانهای بیماری که 5 ماه طول کشید، دکترها جواب کرده بودند، دعا میکردم اما باز خیلی ناامید بود و در نهایت اون مرد. بعد از مرگ اون خیلی روزهای حدوداً 1 سال خورده این زمانها طول کشید و من با خودم میگفتم من هرگز تا آخر عمر دردی بزرگتر از این رو تجربه نخواهم کرد. واقعاً چون به خاطر یک رابطه عمیقی که بین من و مادرم بود، خیلی برای من اون زمانها سخت بود، خیلی سخت بود و واقعاً این فیض و محبتی که قبلش چشیده بودم تونست منو در اون زمانها نگه داره. و واقعا فکر میکردم من هرگز دردی بزرگتر از اینو تجربه نمی کنم. حدودا 1 سال خورده زمان برد رسید به تابستون سال 2017. دوباره باز هم ما در اون سمینار سالیانه خادمین که بودیم، اون بار من خدا رو یک جوری عمیق‌تر، تازه‌تر ملاقات کردم. فکر میکنم پاستور عزیز یادش باشه، شب اول بود، همه افراد از اتاق بیرون بودن، فقط پاستور تو اتاق بود و خواهر مریم عزیز اونجا بودن. یک ملاقات تازه، یک عشق تازه از خدا من اونجا چشیدم، یک ملاقاتی که شاید اگه واقعا یه بار وقت بشه بتونم اون رو در قالب کلام توضیح بدم، میتونم بگم یک ملاقات تازه، یک فیض تازه. خدا رو اصلا اینطوری من تا حالا نمیشناختم تا اون موقع، نمیدونم هر چقدر بگم کمه از اون محبت، از اون عشق، از اون رحمت و فیضی که من اون شب از خدا دریافت کردم. و 2 ماه نگذشت عزیزان از اون ملاقات، 2 ماه نگذشت از اون ملاقات، من در تجربه‌ای در زندگیم افتادم، در تجربه‌ای افتادم که رو دعا می‌کردم روزی 10 بار مادر من زنده بشه و 10 بار بمیره، اون دردی که فکر می‌کردم برای من چقدر زیادی، یعنی حاضر بودم روزی 10 بار اون درد رو تحمل کنم ولی این تجربه تموم بشه. تجربه‌ای که اصلا نمی‌دونستم چقدر طول می‌کشه، دردی که هر روز بیشتر می‌شد. بودن آخرش خدا رو شکر که 6 ماه بودن، 6 تا 7 ماه بیشتر بر من طول نکشید. ولی از آن تنها چیزی که در اون 6-7 ماه من نگه می داشت فقط اون فیض و ملاقاتی بود که من قبل چشیده بودم، اون محبت و یقین اطمینانی که در من به وجود اومده بود در اون ملاقات با خدا. خیلی زمانهای سختی بود، زمانهایی که من پایین بودم، اما هر بار اون فیض من رو دوباره بلند می کرد، فیضی که قبلش چشیده بودم. نمیذاشت پای من به عقب برگره، نمیذاشت من از خدمت‌های خودم بیفتم، حتی خدمت‌های در من اضافه شد. در اون زمان‌ها مسئولیت برمن دقیقاً در اوج همون زمان‌ها به من سپرده شد، کلیسای برمن. دردهای زیادی از هوا و فضا هم وسطاش میرسید، ولی اگر اون فیضی که خدا دوباره به من نمیبخشید، اگر اون ملاقات دوباره خدا نبود، من هرگز نمیتونستم اون 7 ماه رو دوباره تجربه کنم، اون 6 ماه رو دوباره تجربه کنم. از آن زمانهای درد و رنج، زمانهای تجربه و آزمایش، هیچگاه و هیچ موقع خوشایند و شیرین نیست. زمانهای درد هیچ موقع شیرین نیست. هر کس هر چقدر هم شخص روحانی باشه، هیچ موقع نمیتونه از این دردها لذت ببره، از این رنجها لذت ببره. اوج رنج و تجربه عیسی عزیزان روی صلیب بود، درسته؟ عیسی مسیح از اول میدونست برای چی روی زمین اومده. عیسی یهو 1 هفته قبل از صلیب خدا مسیج نداد ببین برنامه عوض شد، تو برنامه چیز دیگه بود، الان هفته دیگه باید بری روی صلیب. نه، عیسی از اون اول میدونست برای چی روی صلیب اومده. نه از روی اول، عیسی از در باغ عدن میدونست
که باید بره روی صلیب. عیسی همه اینها رو میدونست که باید درد و رنج صلیب رو تحمل کنه، برای همین روی زمین اومده بود. همه چیز رو خیلی عالی میدونست، تمام اون شلاق‌هایی که باید می‌خورد و میدونست، تمام اون آب دهنی که باید روش مینداختن رو میدونست، تمام اونها دردها رو میدونست. اما موقعی که زمانش رسید، با اینکه میدونست، سرودخوانان و بشکن زنان به سمت صلیب نرفت. او حتی با اینکه خوب میدونست پدر برای چه چیزی او رو فرستاده و اراده خدا چیه، اما اونقدر این درد و رنج برای او عظیم و طاقت فرسا بود که در باغ جتسیمانی دعا کرد: ای پدر، اگه راه دیگه هست این پیاله رو از من بردار. برای عیسی هم عزیزان تحمل اون درد و رنج اصلا آسون نبود، و نه فقط آسون نبود، میگه از شدت درد و رنج عرق از پیشانی مبارک و مثل خون بر روی زمین میچکید. در درون او جنگ عظیمی برای این درد و رنج صلیب به پا بود، و این جنگ درون او بود که با اینکه اراده خدا رو میدونست، اما دعا کرد که این پیاله از او بگذره، و در آخر گفت: نه به خواست من بلکه به اراده تو. اما خواست خودش رو به خدا آورد در حضور خدا. از اون وقتی که عیسی که خودش خدا بود، وقتی عیسی که خودش خدا بود اینقدر در مقابل درد و رنج ضعیف شد و حتی میخواست صلیب رو پس بزنه، وقتی که دعا کرد پدر این پیاله از من بگذره، یعنی چی؟ یعنی صلیب رو میخواست پس بزنه. پس من و شما دیگه جای خودمون داریم، پس من و شما جای خودمون رو داریم. هر چند که ما امروز محبت و عشق خدا رو در صلیب و در نجات چشیدیم، اما چقدر بجاست که هر بار دعا کنیم: ای خداوند، من رو در آزمایش میاور، من رو در آزمایش میاور. اما عزیزان، اما وقتی عیسی این دعا رو کرد، خواست خودش رو گفت، رنج و درد رو داشت، اما وقتی که فهمید باید این درد و رنج رو بپذیره و این درد و رنج برای او در زندگی مقدر شده، متوجه شد که باید این راه رو بره، غر نزد، شکایت نکرد، اعتراض نکرد، نق نزد، خودش رو به در و دیوار نکوبید، داد و بیداد نکرد: ای تو چه خدایی هستی، تو چه پدری هستی، من که این همه خوب بودم، بی گناه بودم، خیلی عالی بودم، خیلی کارا کردم، چرا من؟ اشعیا چه زیبا در باب 53 آیه 7 میگه: آزار و ستم دید اما دهان نگشود، همچون بره‌ای که برای ذبح میبرند و چون گوسفندی که نزد پشم برندهش خاموش است، همچنان دهان خودش رو نگشود. عیسی میدونست که برای ذبح داره میره، ولی دهن خودش رو باز نکرد. پس ما هم عزیزان زمانی که در درد و رنج قرار میگیریم، چقدر زیباست که مثل عیسی دهن خودمون رو ببندیم، خاموش باشیم و بگذاریم خدایی که به قول ارمیا هم مصیبت و هم خوشی از دهن او صادر میشه، کار خودش رو در ما تا به انتها انجام بده. آمین. عزیزان، دردها و رنجهای ما آخرش هست، الان تمام خواهد شد. دردها و رنجهای ما، یک نکته دیگه، هر چقدر اگه ازشون زمان هم بگذره، از درد و رنج ما زمان بگذره، اما اثراتش تا ابدیت همراه ما خواهد موند. نگفتم تا آخر زندگی جسمانی ما در این دنیا ها، اثر درد و رنج تا ابدیت همراه ما خواهد بود. این غیر منطقی ترین و غیر کتاب مقدسی ترین حرف و جمله هست. اگر کسی بگه رنج و درد گذشته خودت رو کلن فراموش کن، درد و رنجی که در گذشته کشیدی رو کلن فراموش کن، چنین جمله‌ای کاملاً بی‌معنیه. از مسلمه که ما نباید بگذاریم درد و رنج گذشته بر حال امروز ما تأثیر بگذاره. ما مسلماً امروز نباید دوچار غم باشیم، افسردگی باشیم، اندوه باشیم که یک روزی، یک زمانی، یک درد و رنجی به ما گذشت، وای من بیچاره، من بدبخت، دوچار خود دلسوزی بشیم. ما باید با قوت روح القدس از دردها و رنج‌های گذشته آزاد بشیم، ولی هرگز نمیتونیم اونها رو فراموش کنیم. برگردیم به داستان یوسف. دردهای یوسف تمام شد، او از زندان اومد بیرون، خواب فرعون رو تعبیر کرد، نفر دوم در مصر شد، تمامی قدرت رو فرعون مصر به یوسف بخشید، قحطی اومد، چه کارهای بزرگی انجام داد، تا اینکه برادرانش در کنعان گرسنه شدن، اومدن نزد یوسف، چه داستانهایی پیش اومد، تا اینکه او برادران خودش رو دید و خودش رو به اونها شناسوند و درد و رنج سالهای گذشته خودش رو ابراز کرد. در پیدایش باب 45 در آیه 1 و 2
یوسف دیگر نتوانست نزد کسانی که در حضورش ایستاده بودند خودداری کند و فریاد برآورد: همه را از نزد من بیرون کنید. پس هنگامی که یوسف خود را به برادرانش شناسانید، کسی دیگر آنجا نبود و یوسف به صدای بلند گریه کرد. یوسف به صدای بلند گریست، چندان که مصریان و اهل خانه فرعون نیز صدایش را شنیدند. عزیزان، مقام و منصب و رفاه و آسایش و قدرت و پول و همه چیزهایی که یوسف به دست آورده بود، حتی اون خاندگی که خدا برای اون گذاشته بود و سالها در اون خاندگی داشت میدرخشید، رنج‌ها و دردهای یوسف رو از زندگی او پاک نکرد. روزی در حضور برادران خودش دردهای خودش رو فریاد زد و با صدای بلند گریه کرد، میگه جوری که تمام مصریان و اهل خانه فرعون هم صدای او رو شنیدند. عیسی مسیح خداوند هم همینطور بود. عزیزان، قیام شکوهمند عیسی مسیح خداوند از مردگان درد و رنج صلیب رو از عیسی پاک نکرد. زمانی که عیسی مسیح بعد از قیام خودش از مردگان خودش رو به شاگردان خودش آشکار کرد، بدن او جلال یافته بود، بدن او از جنس آسمانی بود، هیچ ضعف و محدودیتی در بدن او نبود، همون بدنی که به آسمان صعود کرد، بدن او تبدیل یافته بود. اما وقتی که نزد توما رفت در یوحنا 20:27، به توما گفت: انگشت خود را اینجا بگذار و سوراخ دستهایم را ببین، دست خود را پیش آور و در سوراخ پهلوهایم بگذار و بی ایمان نباش. عیسی قیام کرده داره اینها رو میگه ها. عزیزان، عیسی مسیح قیام کرده با بدنی جلال یافته، اما با دستها و پهلوهایی سوراخ و نیزه زده شده. عزیزان، در بدن تبدیل یافته عیسی، در بدن جلال یافته عیسی، جای زخم‌ها و سوراخ‌ها دیده شد. و روزی ما هم عیسی را در آسمان همینطور خواهیم دید. دست‌ها و پهلوهای سوراخ او را ما در آسمان خواهیم دید. این سوراخ‌ها بر دستان او، این پهلوی شکافته او، نشان و سمبل درد و رنج عیسی روی صلیب بود. بعد از قیام این دست سوراخ‌ها، اینها فقط نشانه درد و رنج بود. عیسی دیگه درد نداشت، پهلوهای او درد نمی‌کرد، از دستان او خون نمی‌چکید، اما اون نشان درد و رنج رو همراه خودش داشت. ما هم عزیزان همینطور در زندگی خودمون دردها و رنج‌هایی رو پشت سر می‌گذاریم، با قوت روح القدس تسلی و التیام می‌یابیم. دیگه به خاطر اتفاقات گذشته من درد و رنج نمی‌کشم، اتفاقاتی که برای من افتاد، اما اونها رو همیشه با خودم همراه دارم، همیشه یادم هست، نشان و اثرش با من هست. و در آخر عزیزان، درد و رنج در زندگی یک ایماندار امری اجتناب ناپذیره، به هیچ وجه نمیشه ازش فرار کرد. اما با این آگاهی که خدا پیش از ورود تو به درد و رنج تو رو آماده میکنه، تو رو تجهیز میکنه با ملاقات، با محبت و فیض و قوتی که در این ملاقات برای تو داره. این فیض همیشه در سایه همراه تو میاد تا تو رو بارها و بارها برای مرحله جدید تقویت کنه. و بدون من و تو نیستیم که نوع رنج‌های خودمون رو انتخاب میکنیم. من و تو نیستیم که تصمیم میگیریم در آینده چه اتفاقی در زندگی تو بیاد، زندگی ما بیاد، بلکه خدای خالق و دعوت کننده ماست که ما رو برای هدف خودش آماده میکنه توسط این درد و رنج‌ها. زمان هر مرحله از درد هم دست ما نیست. این زمان با غرغر زدن‌های ما، با شکایت کردن‌های ما کوتاه نمیشه، با دعاهای ما طولانی تر هم نمیشه. پس بهتره وقتی که در درد و رنج در زندگی خودمون قرار میگیریم، نصیحت ارمیا در کتاب مراسی باب 3 آیات 31 تا 33 رو همیشه به یاد داشته باشیم: زیرا خداوند آدمی را تا به ابد ترک نمی کند، بلکه هر چند کسی را محزون سازد، بر حسب کثرت محبتش رحم خواهد کرد، زیرا از دل نمیخواهد آدمی را به مصیبت و اندوه دچار سازد. و برادرای عزیز، این رو بدونید و مطمئن باشید که فیض خدا در سایه رنج همیشه، همیشه و همیشه همراهتون میاد و هرگز و هرگز تو رو تنها نمیگذاره و تو رو رها نمیکنه. آمین. خدا شما رو برکت بده.